بودش یک اصطلاح مشهدی رو میخوام بهتون بگم. مثلا مشهدی از کلمه کو یه جوری دیگه استفاده میکنه. الان شما فهم میکنیم کو یعنی چی؟ کو مثلا مشهدی ها میگن کو همون لیوان آب بده، کو همون پنجره رو ببند، کو همون تلویزیون رو خاموش کن، کو همون آهنگ عوض کن. کو در زبان مشهدی یعنی لطفا. فکر نکنین چیزی دیگه یا لطفا. شما نگاه کنین، ما مشهدی ها کلن از کلمه های یک جوری دیگه استفاده میکنیم. مثلا کلمه جا، وقتی میخوان برن پیش کسی میگن ما داریم میرم جای فلانی، میگن کجا داریم جای فلانی. یا مثلا اگر کسی تو خانه تان بخواه بخوابه میگن جات پهن کنیم میگیری بخوابی، جاش پهن کنیم میگیری بخوابه. یا مثلا سر سفره قضا میخوان براتان بکشن تو بشخوابی تان میگن جا کنیم، تعریف نکنیم جا کنیم. خلاصه که بله دیگه. شما نگاه کنیم، با مشهدی ها وقتی چیزی رو بلد نیستم میگم یاد ندارم. شما بهش میگی مثلا اونجا رو بلدی، میگه نه یاد ندارم. تعجب نکنم، یاد نداره، بلد نیست دیگه، که چیز سختی نیست. بله دیگه. به میدونم میگم فلکه، به کوچه میگم میلان، به اتوبوس هم میگم واحد. دیگه اینجور که هست دیگه. بالاخره قابل توجه همه مشهدی هایی که بعد میخزن برن تهران، بعد میخوان تهرانی صحبت کنن، یک کارهای میکنن که باز بگمونن. مثلا میگم این ماشین مال شماه، یه ندارم دیگه. اونا دیده اونا میگم این ماشین مال شماست. خیلی هم پرسیدن تو استوری قبلی گفتی ورمخزن. ورمخزن یعنی چی؟ یعنی بلند میشن، یعنی برمیخیزند. گوشمونی نگاه کنین، یک نکته رو میخواستم خدمت همه کسایی که از شهرهای دیگه میرن به مشهد عرض کنم. اگر از اتود استفاده میکنین، یک روز این نوک اشتموم شد، نرن تو خیابون دنبال نوک اتود بگردن، باید برین دنبال مغز مداد فشاری. ما اونجا مداد فشاری داریم، اتود نداریم. بعدش هم اگه باد لاستیکتان خالی شد، کم شد، از این اتفاق افتاد، نرن بگین ما تلمبه میخوایم. تلمبه یعنی چی؟ ما اینجا ناسوس سرم، با ناسوس لاستیکانو باد میکنم. خیلی دیگه بله دیگه، موفق بشه. بعضی هم اشاره داشتن که ما به مداد فشاری نمیگفتیم، میگفتیم مداد مغزی. باری که لامی هم درسته، مداد مغزی هم درسته. البته تو لوازم تحریر ما مداد تراش هم نداریم، ما سرکون داریم. میگیم اما سرکون تو میدی؟ اینم توجه داشته باشین که ما وقتی قند میریزیم تو چایی رو هم نمیزنیم، شور بدیم، شمع رو پوف میکنیم. بالاخره دیگه بله. اینجا مثلا اگه کسی ناراحت بشه، مثلا نزشتن شمعش پوف کنه، ایش میگن بری چی لفچا دا ویزونه باز. بالاخره هرکی ناراحت میشه لفچاش آویزون میشه. یک نکته دیگه این هم میخواستم خدمت شما عرض کنم، وقتی که اینجا در شیشه عسل رو باز بکنن، دستاشون الفچ میشه. الفچ چیز میشه؟ الفچ دیگه چی میگن شما؟ بله، داریم آماده میشیم. یک نکته رو همین به صد ما بگم قبل اجرا، ما اینجا تو مشهد کرم نداریم، کخ داریم. به کمربندم میگم تسمه. باز حالا این میگم شما به چی میخندیم با؟ یک نکته ای رو میخواستم عرض کنم خدمت همه این مشهدی ها. یک چیزایی تو مشهد یک اسمی داره، خوردنی هم هست، ولی خب بیرون مشهد شاید اسمش فرق کنه. مثلا ما میریم خاربار فروشی، میگیم آقا کشته دارین، میگه نه آقا جان کشته چیه؟ اون کشته، کشته از اینا، ما به اینا میگیم کشته. ولی جای دیگه اینا اسمش برگه، برگه هلو، برگه آلو، برگه زردالو. یا مثلا تو شیرینی فروشی ها اینجا نارنجک ندارن، نون خامه ای دارن. در جریان باشه میگه. بالاخره این شکلاتایی هم که تنش سیخ داره به صدش هم میرسن به آدامز، اینجا اسمش آب نبات چوبیه. ما تو مشهد بهش میگیم کوپل. همه هم میدونن که کوپل چیه، ولی اینجا ما یک بار رفتم گفتم آقا کوپل بدین، یک جوری ما رو نگاه کردن. خلاصه البته ما یک اسخایی هم بکنم، ما تو مشهد آدامس نداریم، آدانس داریم. برای همین شاعر میگه که ما اگه شامس داشتیم کارخانه آدانس داشتیم. شامس هم بالاخره یک چیزی هست که ما داریم. شما نگاه کنین، باز ما یک سوری گذاشتیم گفتیم بادوم خاکی. میگن بادوم خاکی چیه دو داشت؟ بادوم خاکیه دیگه. حالا بادوم زمینیش، ما میگیم خاکی باشته داشت. شما نگاه کنین، ما واقعا یک سوالی برام پیش آمده، یعنی کسایی که دارن تو شهرهای دیگه زندگی میکنن واقعا نمیدونن چومبه یعنی چی.
بابا چومبه چومبه چاق. البته چومبه ها از دست ما ناراحت نشن، ولی خب ما یک قضایی داریم به نام شلی. شلرم یک 24 ساعت قبلش میرم پای دی قشنگ چومبه میزنم که خوب از آب در بیه. بله دیگه چومبه، مثلا این کدوی چومبه ما اینجا گرفته برای خودش خوابیده. کدو بیدار بیاد بیداری چشمان بازه کیه نگاه کنیم دیگه. باز یک سری از دوستان از اتاق فرمان خبر دادن که چون بزدن به معنای کتک زدن هم هست دیگه. باز دیگه بالاخره شما نگاه کنیم مواظب باشه چومبه نخوره. البته پشمدان یک کلمه ایه که بعد از فلان ما میگیم، مثلا میگیم پشملان هم میگیم فلان و پشملان و بهمدانه، ولی فکر کنم درستش نه اینا هم نمیدنه. البته در باب کلمه چومبه هم شاعر فرمودن که چومبه چاقالو چسب دوقلو. سلام عرض بکنم خدمت شما، حال شما چطوری؟ یک چیزی رو یادم آمد به چه بوده میگفتم، الان نمیدونم دیگه به چای حالا آن چی میگن، ولی خب ما یک کسی که تو بازی تقلب میکرد بهش میگفتیم جیردو، بعد همیشه هم جیردو به جیرش میرسید. البته خیلی هم پیام دادن میگن ما نمیگفتیم جیردو، میگفتیم جرزن. باشه شما جرم زدن خواهی نخو. شهرهای اطراف مشهد هم از کلمه تقل استفاده میکنن، میگن تقل نده تقل، البته تقل. به چیزای سفت هم میگم چقل، مثلا سر سفره میگم این نونش خیلی چقله، یک نون ملاحم بده. ملاحم هم همون ملایمه یه باش. بله دیگه ایجور چقل نمیشن در زندگی. ما مشهدی ها کلن به یک سری چیزا یک سری چیزای دیگه میگیم، مثلا به باد میگیم شمال، میگیم اون دره ببند شمال میه، دره ببند سوز میه، سوزم میگیم سوزم میگیم دره میبندیم که سوز نیه. بله دیگه شما نگاه کنن هر کلمه ای در زبان فارسی کاربرد خاص خودشی داره، ولی ما از کلمات یک جور دیگه استفاده میکنیم. مثلا کلمه نیست، مثلا ما میگیم این ساجد معنایم دختر خوبیه نیست، یا مثلا میگم نیست هوا آلوده یه برم این مدارس تعطیل کردن. باز این نیست جز افعال معکوس مایه که مثلا تو آدرس دادن میگم این میلان اول میلان دوم میلان سومی که نمیری صد متر جلوتر دست راست، این نمیری و نمیدونم مثلا بگم این آب میوری که نمیخوری جگرت حال میگه، یا مثلا این کتابی که نمیخونی اصلا کلی معلومات اضافه میشه. این افعال معکوسه، شما زیاد نترسین. بله نگاه کنه همه جای ایران مردم وقتی میرن باشگاه ورزش میکنن، ولی ما مشهدی ها وقتی میرن باشگاه میرقصیم. چرا؟ چون به تالار عروسی میگیم باشگاه. مثلا میگیم این ساجد محلاشان مجلسشان تو باشگاه گرفتن یا میخوان باغ خودشان بگیرن. بعدشم ما تو مشهد زن نمیگیریم، زن مان مبوره. مثلا میگن این بچه علی آقا زن چه برد؟ بله خیلی هم به هم میامدن، خیلی هم زن اجتماعی و جالبی هم هست. خلاصه که اگر باشگاه گرفتن ما هم دعوت کنن خوش میگذره. چرا نگاه کنی؟ چرا این نمی کنی؟ یعنی که مثلا نمی سرسی، یعنی مثلا یکی میخواد غذا بخوری بگی اینا رو بخوریم بگی چرا این نمی کنی بذاریم توی یخچال، یا مثلا میگی بیا بره سلامه بگی نه خونه من نزدی که بگی چرا این نمی کنی؟ شما نگاه کنین ما مشهدی ها کلن زبون خاص خودمانه داریم، یعنی اصلا کار نداریم که بقیه چی میگن و اسمش چی هست و اصلا اسم فعل صفت چیه، همون چیزی رو میگیم که خودمان تو حالمان بشه. شما نگاه کنین که ما به پرنده هایم رحم نکردیم، این پرنده که در تصویر مشاهده میکنین همه جا بهش یا میگن قمری یا کریم، ما مشهدی ها بهش میگن موسا کوتقی. خدمت شما عرض کنم که موسا کوتقی، حالا موسا کوتقی مون نمیدونم بری چی، البته فکر می‌کنم به خاطر صدایی که ازشان در میاد، چون اینا همیشه در حال گفتن کو 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 اینجوری دارن میکنن، فکر می‌کنم همین وسط دارن میگن موسا کوتقی کو 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 کو. حالا دیگه نمیدونم بالاخره هر چی هست هست. نکن دیگه نکن بهت میگم کوخ نریز. شما نگاه کنین شما با هم کرم میریزین ما با هم کخ میریزیم، کسی هم که کخ میریزه بهش میگن آدم کخریز. سیبا مانم کخ مخوره، برنجا مانم کخ مکنه. دیگه
البته برنج هم کخ میکنه هم کخ میفته، که واز همون کخهای برنج برای خودشان اسم مستقل دارن. خیلی ها تو مشهد به اون کخها میگن جوجو، جوجو میکنه برنجاشان. حالا دیگه نمیدونم برنجه. شما نگاه کنن، ما ترش گردم یک مقداری، الان داشتم دنبال قرص راینیتیدین میگشتم، بعد یک دفعه فهمیدم که ما مشهدی ها اصلا ترش نمیکنه، ما ترش میکنم. تو روش. البته خدمت شما عرض کنم که ما اکثر اوقات پوده ایم، یعنی اگه قلب منم درد بگیره میگن چیزی نیست پوده کردی، یک کم عرق نعنا بخور با عرق رازیانه خوب میشی، صبح به صبح هم ناشتا آب عدس بخورن با جوانه گندم. پوده هم یک مریضیه که بالاخره بزرگا بیشتر میدونن. شما بعد از آب گوشت اگر تخمه بخورن پوده میکنن. یک ضرب المثلی هم هست که میگه احمد پوده همو که بوده. دیگه بالاخره سعی کنین که امروزتان با دیروزتان فرق کنه. همین دیگه میخواستم بگم که ما ترش میکنیم، درارم قفل میکنیم، سیب زمینیرم سرخ میکنیم. در جریان باشین دیگه بالاخره. خدا نگهدار. بله یک نکته ای رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. کلا ما مشهدی ها وقتی کسی ناراحت مان میکنه اصلا به امان بر نمیخوره، یعنی به خودمان بر نمیخوره، به اون نمان بر میخوره. حالا این اون ما نمیدونم چیه. مثلا عروس اعظم خانم وقتی میگه خانمان بهش میگیم وقت چهار تا ظرف شورمش مخوری مخوابی، به اون نش بر میخوره، باد میکنه. میگن بازی عروس اعظم خانم بری چی باد داره. اینا رو واقعا بررسی کنن، ما نمیدونم بری چی. بله دیگه اینجور آدمایی هم که خیلی زود به اون نشان بر میخوره و باد میکنن و لفچاشون آویزون میشه، اینجا بهشان میگن بادوک. سعی کنن آدمای بی جنبه ای نبشن، بادوک نبشن. بله دیگه ریلکس بشن. شما نگاه کنن یک اصطلاح مشهدی رو میخوام شما آموزش بدم به نام خونتومه. خونتومه به کسی میگن که خیلی آدم خونتومه بشه. مثلا یک چیزی رو دایی‌تان میاره خانه، میگه با هم با خواهرت استفاده کنه، بعد همش خودت استفاده میکنی. اینجا این آدم خونتومه بازی کرده. یکی اصطلاح دیگه هم هست به نام خوره. مثلا کسی که تو فوتبال پاس نمیده بهش میگن خوره، خیلی آدم خوره ایه. بله دیگه بطان زن تلفونی کنن خیلی مراقب بشه. خیلی ها پرسیدن این چیه؟ این پشکل ماچ اولاغه، انبر نصارا، پشکل اولاغ ماده بیرون نرفته. تو خدمت شما عرض کنم این پشکل ها خیلی آنتی ویروس نیست، بیشتر آنتی بیوتیکه. باز از فردا نرین پشکل های خر قایم کنن بگردم دنبال پشکل تاوانی. خیلی ممنون، دست شما درد بکنم. که دور همم یک نکته ایرم خدمت شما عرض کنم، ما مشهدی ها جدا از اینکه زبون خاص خودمان داریم، بعضی وقتا نگاه خاص خودمان هم داریم. شما نگاه کنیم بعضی نگاه ها هست خیلی معمولیه، مثلا رو تویی بره برمگردی نگاه میکنی. یک سری نگاه هست که با چشم نیست، با دماغه، کارایی خاص خودش هم داریم. مثلا این بره داریم نگاه میکنن، صدا تا میکنن برمگردن. این نگاه یکی از نافذترین نگاه های شرق کشورش. شما نگاه کنین اون لباسم تکراری شد، گفتم بالاخره یک تنوعی بودم. در مورد مباحث دماغ یک مسئله دیگه ای هم که از شما اگر بخوین یک جواد مشهدی رو به صورت درست اجرا کنن، فقط کافیه که هر حرفی میزنن یک هوا از دماغتان بدن بیرون. مثلا میگن الو کانه دیدی نش. بله دیگه ایجون تازه خودش یک مدل ریاکشن. مثلا شما حرفم نزنن، فقط کافیه که مثلا وقتی یه چیزی میگن اینجوری کن. شما نگاه کنه ما چند دقیقه کلونگ این آلبالو خوشگاه هایم، بعد یک دفعه فهمیدم که کلونگ کلونگ فقط ما میگم، کلونگ یعنی درگیر. یک کلمه دیگه هم هست اسمش دلنگونه. دلنگون یعنی آویزون. یک آدم دیوانه ای هم اگه بشه بهش میگن مخ دلنگون. بعد دیگه هم بله دیگه اینجوریه. به نردبون هم میگم ناواردوون یا ناردوون. اما ناردوون مردم یه پشت دیفاله. بله دیگه شما نگاه کنید یک سری اصطلاحات هم هست. خب واقعا
بی‌تربیتی نیست ولی زشت گفتنش دیگه، مثلا خل آدم نمیتونه بگه، ولی خب گفتم بگم دیگه، حالا که دیگه دوره همه من جور نشستم بیکاره، ما به این موشایی توی دماغ میگم خل، این نفری هم اگه دماغو بشه خلاش آویزون بشه بهش میگم خلوک، دیگه آدم خیلی آویزون بشه خودشه به چسبونه به این برابر میگم یارو خودشه خل کرده، مثلا این هم خودشه خل کنه وقت زبیه بجور ببخشیم بگه از بزرگترهای جمع خیلی اصخایی میگم لاخ. بله لاخ، ما تو مشهد به یک چیز دیگه میگیم لاخ، این قسمت موها اگر از زیر روسری آمده باشه بیرون میگیم لاخات بکن تو دختر جان، اینا لاخ. بله دیگه اصطلاح تخصصی دیگه هم هست به اسم لاخ کش، یعنی که تو پاسوربازی یک نفر همه کارتای شما رو برنده بشه. ما اون زمان که بازی میکردم پاسوربازی ورق نه با دمپایی بازی میکردم، دامپر و تیر و شست و بجب اون اصلا لاخکش میگردم. البته خدمت شما عرض کنم که ما مشهدی ها به اینا میگم کشته، قبلا هم خدمت شما عرض کردم، بقیه بهش میگن بلگه، بلگه آلو، که همه ارگانیک هم هست خیلی خاصه. منظورم ما نگاه کنین، ما الان به یک لحظه رسیدم که هیچی یادم نمیه، یعنی اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه، یا آخرش هم یه افکتر گذاشتم این دوتا رو ببینه برم، چون یک ساعت اینجا نشستم خیلی نور خوب بود، چه جالب بود، هوا خوب بود، گفتم یک ویدیوی ضبط کنم، یک ساعت درم زور میزنم هیچی یادم نمیه، برم با همون کدو بازی کنم. حافظ شما. البته در مورد از یاد رفتن و اینا همین الان یه چیزی یادم اومد، یک بار رفیقم وسایلش جا گذاشته بود برداشت گفتش که یادم شده، منم دونم حالا فقط ما مشهدیایی رو میگیم یا بقیه هم میگن، در صورت نگن درست نیست. البته باز یک نکته دیگه هم هست در مورد همین ورداش گفت، چی رو ورداش گفت، یا میگن مثلا یارو نه گذاش نه ورداش گفت فلان، یا میگن برگشت گفت، اینا رو من نمیفهمم واقعا. یامی خدا سلام عرض بکنم خدمت همگی، حال شما چطوره؟ واقعا خسته نباشید میگم به همه کسایی که نشستن تو خانه، اونایی هم که بیرون رفتن که از ما نیستن، اونایی هم که مجبورن برن بیرون، واقعا بیشتر خسته نبشین. می‌خواستم یک چیزی رو بگم در مورد لهجه مشهدی. ما مشهدی از هم خیلی استفاده میکنیم، مثلا میریم ساندویچی یک خوراک سنون سفارش میدیم، بعد یارگی میگه همینج می‌خوری یا می‌خوای ببری، بعد شما میگه هم همینج می‌خورم، یا مثلا میگه هم همو همزنه بده برار، خلاصه که هم مواظب خودتان بشین، هم دیگه چیز نکنن دیگه، رعایت کنن. سری از دوستان هم پرسیدن خوراک سنون یعنی چی؟ بله ما که ساندویچ همان زیر سنون نمیخوریم، خیلی گشتمان بشه چهار نون پنج نون، خوراک هم همون سوسیس بندری که جای دیگه میخورن ما بهش میگیم خوراک، خوراک جگر هم بعضی وقتا میخوره. بله خیلی هوا جالبه، چوگوکا میخونن، گلا گنچه زده، انشالله که همین مریضی هم بره گم شه دیگه، واقعا از توی خانه در بیام، خدا خسته شده. ای خدا سلام عرض بکنم خدمت همگی، حال شما چطوره؟ خوب هسته؟ چیکار میکنین؟ برین این مسابقه دابسمش رو شرکت کنین، یک عالم ویدیوهای جالب آمده واسدون، بقیهش هم بیه همش با هم بذارم رای گیری کنم، همه شرایط مسابقه رو توی هایلایت رو صفحه گذاشتم، حتما برن ببینین که به کجا باید بفرستن، چی کار باید بکنن، اصلا مسابقه چی هست. خلاصه که این روزا که تو خانه این یکم کارهای جالب بکنین، ویدیو بگیرن بفرستن، ما بذارم دوره هم کیف. ما نمیدونم این چوقک هم پرسیدن داره که این میگین چوقک چیه، گفتی چوقک، چوقک که دیگه گنجشک، تازه یک پرنده دیگه هم ما داریم تو مشهد به نام سوسلنگ، از این پرستوها که دنباشون اینجوری تکون میدن، ما به اونا میگیم سوسلنگ. البته اینم یادم آمد بگم که ما با آدم های لاغر هم بعضی وقتا میگم سوسلنگ، با آدم های چاق هم که قبلا گفتم میگم چنبه، چنبه چاقالو چسبه دوغلو. بله خیلی در مورد پیشینگ یا پیشینگه پرسیده بودن که چیه، گفتم قشنگ توضیح بودم که متوجه بشین، پیشینگ یعنی پاشیدن آب، یعنی میگن شما مواظب باشین دستشویی که میرین آب پیشینگت را نکنه نجسته. بعد پال پال هم میخوام بگم، پال پال هم یعنی گشتن دنبال یک چیزی، مثلا شما میری سر کیف مامانت دست میکنی و تو میگی این کارت آبربانکت کجایه، بعد مادرت هم میگه پال پال نکن تو کیفم اونجا نیست،